در این شماره از بسته اخبار بین‌الملل ایسنا خبرهایی از پایان جنگ در قره‌باغ، تلاش ترامپ برای تغییر نتیجه انتخابات آمریکا، در گذشت صائب عریقات بر اثر کرونا و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر سه‌شنبه 20 آبان تعداد کلی مبتلایان کووید 19 در جهان به 51.5 میلیون نفر نزدیک شد و شمار بهبود یافتگان از 36.100.000 نفر فراتر رفت. تا کنون نزدیک به 1.300.000 نفر جان خود را بر اثر کرونا از دست دادند. آمریکا که تعداد کل مبتلایانش به 10.5 میلیون نفر نزدیک می‌شود، در حدود یک هفته اخیر بیش از 100.000 مبتلای جدید را در هر روز ثبت کرده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به همراه 3 تن از مقامات عالی رتبه این کشور به کرونا مبتلا شدند. اوکراین در حال حاضر حدود 10,000 مبتلای جدید را در هر روز ثبت می‌کند. طبق اعلام مسئولان اسلوواکی، اجرای طرح سراسری این کشور برای انجام آزمایش کرونا باعث شده شمار مبتلایان جدید تا بیش از 50% کاهش یابد. تاکنون حدود 3,600,000 نفر از جمعیت 5.5 میلیون نفری این کشور تست کرونا دادند. پایان جنگ در قره‌باغ. طبق اعلام ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، نیروهای حافظ صلح این کشور پس از دستیابی به توافق آتش‌بس جدید در قره‌باغ در ساعات اولیه سه‌شنبه به این منطقه اعزام شدند. پوتین اعلام کرده این اقدام می‌تواند راه را برای دستیابی به یک توافق سیاسی پایدار در قره‌باغ فراهم کند. بر اساس این توافق، ارمنستان باید پیش از 15 نوامبر 25 آبان منطقه کلبجر و تا 1 دسامبر 11 آذر منطقه لاچین را ترک کند. آذربایجان نیز به کنترل مناطقی که در طول 6 هفته گذشته تصرف کرده ادامه خواهد داد. جمعی از معترضان ارمنی که با این آتش‌بس مخالفند در ایروان به ساختمان‌های دولت و پارلمان یورش برده و خواستار استعفای نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان شدند. جنگ قره‌باغ در 6 هفته اخیر دست کم 1300 کشته بر جای گذاشته است. تلاش ترامپ برای تغییر نتیجه انتخابات آمریکا. بر اساس اعلام سخنگوی رئیس جمهور آمریکا، نبرد حقوقی برای به چالش کشیدن پیروزی جو بایدن در انتخابات آغاز شده است. دونالد ترامپ که هنوز به شکست خود در انتخابات اذعان نکرده، با انتشار پیام‌هایی نتایج به دست آمده را نادرست می‌داند و ادعا می‌کند اقداماتی غیرقانونی در طول رأی‌گیری انجام شده است. کمپین انتخاباتی ترامپ روز دوشنبه شکایتی را در دادگاه پنسیلوانیا مطرح کرد و خواستار توقف فوری تایید پیروزی بایدن شد. اما دادستان کل پنسیلوانیا این شکایت را بی‌اعتبار اعلام کرد. از سوی دیگر وزیر دادگستری آمریکا اجازه تحقیق درباره انتخابات ریاست جمهوری این کشور را صادر کرده است. در گذشت صائب عریقات بر اثر کرونا. صائب عریقات، دبیر کل سازمان آزادی بخش فلسطین و مذاکره کننده ارشد این کشور در مذاکرات صلح خاورمیانه، روز سه‌شنبه بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت. عریقات پس از ابتلا به کرونا در تاریخ 18 اکتبر در یک بیمارستان اسرائیلی بستری شده بود. او یکی از حامیان سرسخت راه حل دو کشوری و از منتقدان ساخت شهرک‌های یهودی نشین در سرزمین‌های اشغالی بود. تصمیم استعفای رئیس جمهور پرو پس از اتمام دریافت رشوه. رئیس جمهور پرو که با رأی کنگره این کشور به دریافت رشوه در ازای واگذاری قراردادهای دولتی متهم شده بود، اعلام کرد از سمت خود کنار گیری می کند. مارتین ویسکارا گفته رأی کنگره را می پذیرد و پیگیری قانونی این اتهام را آغاز نخواهد کرد. در طول 2 ماه گذشته این دومین اقدام در جهت برکناری رئیس جمهور پرو بود. ویسکارای 57 ساله پیشتر اتهام دریافت رشوه 640 هزار دلاری در زمان سمت فرمانداری خود را رد کرده بود. آغاز دادگاه جنایت جنگی رئیس جمهور مستعفی کوزوو. هاشم تاچی رئیس جمهور مستعفی کوزوو روز دوشنبه در دادگاه جنایت جنگی لاهه در هلند حاضر شد تا به اتهاماتش مبنی بر جنایت علیه بشریت پاسخ دهد. او پنجشنبه گذشته از سمتش استعفا داد و گفت در احترام به سوگند ریاست جمهوری در دادگاه لاهه حاضر می شود. اتهام او قتل، شکنجه، بازداشت غیرقانونی و آزار و اذیت در طول جنگ کوزوو در سالهای 1998 و 1999 است. در جنگ میان نیروهای استقلال طلب کوزوو و نظامیان سرب دست کم 13,000 نفر جان باختند. بازگشت مورالس به بولیوی پس از 1 سال تبعید.
ایوا مورالس رئیس جمهور سابق بولیوی پس از یک سال تبعید در آرژانتین روز دوشنبه با استقبال طرفداران خود به بولیوی بازگشت. یک سال پس از آنکه مورالس از ریاست جمهوری استعفا داد و از بولیوی خارج شد، حزب او بار دیگر توانست قدرت را در این کشور به دست بگیرد. مورالس نوامبر سال 2019 قصد داشت برای چهارمین دوره متوالی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند، اما این انتخابات با اتهام فساد روبرو شد. آغاز مذاکرات طرفهای درگیر لیبی در تونس. با آغاز مذاکرات بین طرفهای جنگ لیبی در تونس، نماینده سازمان ملل در این کشور تاکید کرد که اکنون در آستانه ظهور یک لیبی جدید هستیم که پس از چند سال دو دستگی و بحران تشکیل خواهد شد. پیشتر طرفهای درگیر در جنگ لیبی توافق آتش‌بس دائمی امضا کرده بودند که در آرام کردن فضای این کشور مؤثر بود.